درود و مهر بر شما. این مدار دنبال کننده نوره. اگر یک منبع نور رو به این مدار بتابونیم، این صفحه به سمت نور حرکت میکنه. اول مدار رو امتحان میکنم و بعد شماتیک اون رو به طور کامل براتون میکشم. دوتا LDR داره، دوتا مقاومت و یک اوپم. دلیل اینکه این مدار به اون سمت حرکت میکنه نوریه که رو میز کار من قرار گرفته. منظورم این نوره. برمیگرده به سمت این نور. یک بار دیگه. وقتی نور رو بهش میتابونم بازم برمیگرده به سمت اون منبع. خب هدف این بود که شما کارکرد مدار رو ببینید. میخوام مدار رو براتون رو کاغذ بکشم و شرح بدم که این مدار چجوری کار میکنه. اگر در محیط آزاد این مدار رو امتحان کنید، این پنل به سمت خورشید قرار میگیره. من اینو به طور موقت درست کردم و اینو با چسب چسبوندم. شما میتونید از سلیقه خوبتون استفاده کنید و مدار رو درست چیدمان کنید. خب ببینیم مدار چجوری کار میکنه. دو تا LDR داره، یکی اینجا یکی اینجا. مقاومت حساس به نور. این LED به این پنل وصله. پنل خورشیدی. در اینجا یک IC اوپم هست. و اینم یک موتور گیربکس دار. من اینو با چسب چسبوندم که اصلا خوب در نیومده. شما با توجه به سلیقه‌تون میتونید چیدمان مرتبی ایجاد کنید. خب این مدار چجوری کار میکنه؟ گفتیم نیاز به یک IC اوپم داریم. هر اوپمپی نمیتونه این مدار رو اندازی کنه. جریان خروجی در اوپمپ‌های عادی کمه. مثلا اوپمپ 4558 نمیتونه این مدار رو اندازی کنه یا LM324 چون جریان کافی برای راه اندازی موتور رو نداره. بس من از یک اوپمپ دیگه استفاده میکنم، در واقع از یک تقویت کننده آمپلیفایر. اسمش هست TDA2822. جریان خروجی در این تقویت کننده زیاده و میتونه موتور رو مستقیما روشن کنه. اگر از اوپمپ های دیگه استفاده کنیم، باید برای راه اندازی موتور از ترانزیستور استفاده کنیم. حتی میتونیم بدون وجود اوپمپ و فقط با ترانزیستور این مدار رو راه اندازی کنیم. حالا شماتیکش چجوریه؟ این IC ما هست. پایه یک خروجی. پایه دو VCC. پایه سه خروجی دومه. پایه چهار گراند هست یا زمین. پایه پنج اینورتینگه. پایه شش نان اینورتینگه، همون ورودی مثبت و منفی تقویت کننده. خروجی رو پایه سه هست. تقویت کننده دوم پایه هفت نان اینورتینگ و پایه 8 اینورتینگ، همون مثبت و منفی. خروجی رو پایه 1 است. ما میدونیم در یک اوپم اگر پایه مثبت یا نان اینورتینگ ولتاژ بیشتری داشته باشه خروجی فعال، و اگر پایه منفی یا اینورتینگ یا معکوس کننده ولتاژ بیشتری داشته باشه پایه خروجی لو میشه، یعنی ولتاژ نداره. از همین قابلیت میخوایم استفاده کنیم، یعنی میخوایم کاری کنیم که خروجی های اوپم مثبت و منفی بشه، یعنی ولتاژ داشته باشه و ولتاژ نداشته باشه. چطور باید این کار انجام بدیم؟ میایم یک مقایسه ایجاد میکنیم، یعنی میایم هر دوتا اوپم رو یک تقسیم مقاومتی برای رفرنس ایجاد میکنیم، ولی رو پایه های غیر متناظر. یعنی چی؟ یعنی میایم پایه 5 رو به پایه 7 میدیم. پایه 5 منفیه، پایه 7 مثبت. به این حالت. حالا پایه های غیر متناظر دوم. پایه 6 که مثبته به پایه 8 که منفیه متصل میکنیم. پس الان ما میتونیم دو تا حالت در اینجا داشته باشیم و به صورت معکوس میایم یکی از اینها رو به عنوان رفرنس در نظر میگیریم. برای اینکه بتونیم رفرنس ایجاد کنیم باید از ولتاژ ورودی با یک تقسیم مقاومتی ولتاژ رفرنس بسازیم. پس از پایه گراند یک مقاومت میذاریم 10 کیلو و از پایه VCC یک مقاومت دیگه، اینم 10 کیلو.
به هم متصل میکنیم، این میشه تقسیم مقاومتی و وصل میکنیم اینجا. پس هر ولتاژی که رو VCC و گراند باشه با این تقسیم مقاومتی تقریبا نصف میشه و میاد در اینجا، یعنی یکی رو پای منفی یکی رو پای مثبت. حالا موتور رو باید کجا وصل کنیم؟ رو پای 1 و 3 که خروجی این دوتا تقویت کننده هستن. مثبت و منفیش مهم نیست چون موتور میخواد از هر دو جهت حرکت کنه. خب ولتاژ ورودی مدار کجاست؟ رو پای VCC و گراند، یعنی پای 2 که VCC در اینجا میشه مثبت، پای 4 هم گرانده. یه باتری 3.7 من اینجا دارم. حالا باید به کمک LDR ولتاژ مناسب رو به پای 6 یا 8 بدیم، یعنی پای مثبت و پای منفی. از ولتاژ مثبت و منفی استفاده میکنیم طبق قیاسی که اوپمپ انجام میده. اگه پای منفی رو بالاتر ببریم این خروجی میشه 0 و این خروجی میره بالا چون در اینجا پای مثبت هست، و برعکس، یعنی اگر ما همین ولتاژ رو به پای 6 بدیم ورودی مثبت بالاتر رفته و از پای 3 مثبت میشه و خروجی این 0 میشه. یعنی در واقع ما اینجا 0 و مثبت داریم. حالا اگه LDR دوم فعال بشه در اینجا میشه 0 و اینجا میشه مثبت، یعنی موتور به صورت چپگرد و راستگرد حرکت میکنه. حالا LDR رو کجا قرار بدیم؟ اولین LDR از پای VCC میادیمش اینجا. LDR یک مقاومت حساس به نوره و وصلش میکنیم به پای 8. فرقی نمیکنه 8 و 6 به هم متصل شدن. پس این اولین LDR. حالا دومی باید کجا بشه؟ اولی از VCC بود، پس دومی از گراند هستش، برای اینکه میخواییم ولتاژ رو معکوس کنیم. حالا اینو باید به پایه 6 بزنیم. پایه 8 و 6 به هم وصلن. حالا چه اتفاقی میفته؟ وقتی LDR فعال بشه گراند از این مسیر میاد اینجا. وقتی 0 ولت به اینجا برسه پایه 6 که مثبته ولتاژش کم میشه، پس منفی فعال میشه و در اینجا میشه 0. حالا همین گراند از اینجا رسیده به پایه منفی، این 0 میشه و این بالا میره پایه مثبت، پس خروجی این میشه مثبت. موتور میتونه به صورت راستگرد یا چپگرد در یک وضعیت بچرخه چون در اینجا مثبت و منفی رو ما به صورت تصادفی بستیم. حالا اگر VCC فعال بشه، یعنی این LDR از این مسیر میاد اینجا، رو پای 8 و 6 ولتاژ مثبت داریم، یعنی رو پای 8 ولتاژ بیشتره، پس خروجی این میشه 0. دوباره ولتاژ اومده اینجا، پایه مثبت بیشتر میشه، پس خروجی این اوپم میشه مثبت، میشه 0 و مثبت و موتور به صورت برعکس میچرخه. تمام مدار همین بود. حالا من در اینجا یه پنل گذاشتم. شما میتونید یک دوربین در اینجا بذارید. مثال در هنگام شب که خودرو به سمت این مدار میاد، نور چراغ خودرو باعث میشه این پنل به سمت نور خودرو بچرخه. یا پشت موتورسیکلت یا پشت دوچرخه، شما میتونید یک شبرنگ در اینجا قرار بدید. از هر سمتی که نور بیاد این شبرنگ یا این پنل به سمت نور حرکت میکنه. حالا من این مدار رو باز میکنم و قطعات رو بهتون نشون میدم. این مداره، میتونید ویدیو رو نگه دارید و از روش بکشید. خب من مدار رو جدا کردم. این موتور گیرباکس داره، دو تا LDR، یکی اینجا یکی اینجا، که هر چقدر فاصله اینا بیشتر باشه عملکرد بهتری داره. اینم IC TDA هست. پایه 1 و 3 به موتور وصله. این سیم موتوره. پایه 2 VCC، پایه 4 گرانده که من این سیم VCC یا باتری رو به اینجا زدم. گراندم در اینجاست. حالا دوتا مقاومت میخوایم. این دوتا مقاومت هستن، یکی از پای گرانده یکی از VCC. سر مشترک اینا رو پای 5. حالا LDR دوتا پایشون به اینجا متصل شده، یعنی پای 6 و 8. طرف دیگه یکی به گرانده یکی به VCC، دقیقا طبق همین نقشه.
پس فقط دوتا مقاومت، دوتا LDR و یه سیم نازک این زیره برای اتصال پای 5 به 7. حالا مدار رو تست کنیم. خب دقت بفرمایید. حالا این یکی LDR. موتور به این سمت. موتور به این سمت. LDR رو به سمت نور میزم میگیرم. حالا این ور. به جهت حرکت موتور دقت بفرمایید. پس به همین راحتی شما میتونید مدار چپگرد و راستگرد ایجاد کنید به کمک LDR. اگر بخواید از موتور قوی استفاده کنید، خروجی اوپمپ رو باید به بیس ترانزیستور بدید. کلکتور ترانزیستور ولتاژ میگیره، امیترها به موتور متصل میشن. ولی غالبا این موتورهای گیربکس دار اگر پایشون خوب متصل بشه یا بتونید خوب اونو مهار کنید، قدرت کافی رو برای چرخش پنل به شما میده. خب اگر این ویدیو براتون مفید بود، ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنید و عضو کانال بشید. ممنونم که ویدیو رو نگاه کردید.